ادامه قتل نظامیان پیشین، یک کارمند امنیت ملی در بدخشان زیر شکنجه طالبان جان باخت. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که یک عضو نیروهای قطعه واکنش سریع ریاست امنیت ملی حکومت پیشین زیر شکنجه طالبان در این ولایت جان باخته است. این نظامی پیشین احسان الله نام داشت و 3 روز پیش از خانه‌اش در ناحیه اول شهر فیض‌آباد بازداشت شده بود. نگرانی دیدبان حقوق بشر درباره سیاست‌های نادرست آموزشی طالبان، تنبیه بدنی در مکاتب پسران افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه گفته است که اخراج آموزگاران زن، تنبیه بدنی دانش آموزان و تغییرات واپسگرایانه در نصاب آموزشی مکاتب پسران در افغانستان را نیز با شکست مواجه کرده است. خطر نقض جدی حقوق بشر. کارشناسان سازمان ملل از پاکستان خواستند تا اخراج گسترده افغانها را متوقف کند. کارشناسان سازمان ملل متحد در واکنش به اخراج پناهجویان افغان از پاکستان گفتند که این کشور باید اخراج گسترده و برنامه‌ریزی شده افغانها را متوقف کند، زیرا اتباعی افغانستان که از اول نوامبر مجبور به ترک پاکستان شدند پس از بازگشت با خطر جدی نقض حقوق بشر روبرویند. ایران و بحران اشتغال. رئیسی میگوید کار است، نیروی کار نیست. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، اعلام کرد در 23 ولایت این کشور مشکل بیکاری از وضعیت حاد خارج شده است. و گفته وی نرخ بیکاری در ایران به طور متوسط 7.9% است. برخی از ولایت ها به دنبال نیروی کار هستند. چشم امید کیف و کمک های واشنگتن در صورت تعویق کمک های آمریکا، اوکراین در جنگ شکست می خورد. آندری آرماک، رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که به تعویق انداختن کمک‌های آمریکا به کیف خطر بزرگی است و منجر به شکست کشورش در جنگ با روسیه خواهد شد.